خب دوستان عزیز، این لایو آخر من دیگه یه 20 دقیقه باهاتون خواهم بود و بعد بدرود میگم عزیزان. خب یه 20 دقیقه میمونم بعد بدرود میگم، اجازه بدید. دوستان حسینی بفرمایید. آقا درود سلام، بر شما، درود بر شما، زنده باشید، خوب هستین؟ فدای شما بشم، زنده باشید. آقا امید، من خواستم راجع به اسلام با شما حرف بزنم. من در مورد دین و مذهب بحث ندارم عزیز. نه بس که نه، میخوام چیزی براتون توضیح بدم. شما راجع به سیاست خیلی میدونین ولی راجع به دین اسلام و اینا زیاد نمیدونید متاسفانه. باشه، به هر حال دستتون درد نکنه، بحث مذهبی نکنه. آقا نه نمیخوام باید بحث کنم، یه توضیح بدم. نه نه توضیح نه، اصلا در مورد اسلام هیچی رو توضیح نده، در مورد مسئله سیاسی توضیح بده. اصلا اسلام خوبه، ما هم هیچی نمیدونیم. اسلام خوبه، با نتایج خوب بودنش هم الان کشورهای خاورمیانه دارن میبینن. سب کن. آقا ببین، ما از خدا خب 3 نامه گرفتیم، 3 تا خود خدا. آها اوکی، به یه فرشته فرستاده، اوکی، تاروت، انجیل، قرآن، این 3 تاش خدا اینا. همشون یه دینه. دمتون گرم. خب شما چیشو قبول ندارید دیگه؟ دمتون گرم دیگه. همین با خدا بعدن یه چیزی که یه اگه لطف کنی یه قرار ملاقات هم بزن، ما باش یه چایی بخوریم ببینیم که حرفاتونو تایید میکنه یا نه. چند سال دیگه بعد از مرگتون خدا رو میبینیم. حتما باشه. حالا اونایی که دیدن فیلمش رو بفرستن و برم. قلب تو تمیز نگه دار، چند سال دیگه خدا رو میبینیم. چشم. خدافظ. چشم. قربونت برم. زنده باش. کلن همین جنس حرفا رو ما از گاف دارم میشنویم. خب البته گاف فرستا ببخشید، از نظر عقیدتی من بیشتر قبولشون دارم تا کسایی که ادیان سامی رو قبول دارم، چون منطقی تر بحث میکنن. خب وارد بحث چیز نکن عزیز، دینی نکن. محسن هم الان پیام داره، اوکی محسن رو بیارم بالا بعدش. آقای امید بفرمایید بالا، بعد محسن رو بیانیم بالا. دور بر شما، زنده باشید. دور بر شما، قربتون برم. ممنون، تشکر. من از آلمان تماس میگیرم و اصالتا من بیازم. به به، خوش به حالتون. خواستم که تشکر اول ازتون بکنم بابت برنامه‌ای دارید، چون زمانی که خود من اومدم تو آلمان یکم سردرگم بودم و برنامه های شما خیلی کمک کرد به ما. خب خدا رو سپاس. یکی این بود، دیگه این که من از زمانی که شما تو فیسبوک بودید با یه بنده خدا که حالا نمیخوام اسمش رو بیارم اونجا برنامه آنلاین داشتید. بله. اون موقع مخاطبای شما مثلا 20 نفر 25 نفر بودن، من جذب شدم و دارم دنبال میکنم. خب دستتون در نزنده باشید. ولی خب میگم الان نزدیک 4.5 ساله که من 5 ساله که داخل اروپا هستم و تو بخش آیتی کار میکنم، برنامه نویسی میکنم و با دوستان که داخل شیرازم هستند با اونها هم همکاری داریم دیگه. میخواستم اینو بهتون بگم که حالا هستن یه عده‌ای از این شورای گذار که چند بار حالا اومدن با برنامه های مختلف، اول میگن بیا کار فرهنگی بکنیم مثل چهارشنبه سوری و عید نوروز و فلان فلان، ولی پشتش میگن ما براندازیم و کار سیاسی هم میکنیم، اگه علاقه داشتید که بیاید تو همکاری بکنید. این یه ترفندشون بود که خیلی ها رو حالا دوست دارم با اول با کار فرهنگی و بعد به عنوان سیال لشکر تو اون رسمت داشته باشن. دقیقا. آره. ولی خب خیلی ها نمیرن چون آگاه شدن و میدونن که چه خبر. نکته دوم که میخواستم بهتون بگم، از برادران یا خواهران همتابار افغانستانی هستن، یه آرایشگاه هست تو این شهر آلمان، حالا دقیق تر بخوام بگم شهر کاسل آلمان، که اولش 7 یا 8 نفر فارسی زبان ام از ایرانی، سوری و حالا که صاحب مغازه خودشیه که فرد افغانه و اونجا هستن و اونها برنامه شما رو گروهی میبینن، یعنی فقط با یک نفر و گروهی میبینن. به دستشون درد نکنه، لطف دارم. و حالا با اینکه خودش مسلمانه 80-70% حرفای شما رو تایید میکنه، حالا یه جایی هم که دیگه با
اون عقاید خاص خودشون سازگار نیست. بعض موقع میگن مثلا اینجاش هم چرت و پرته، ولی دیگه من طبیعیه، من خودم خودم با خودم هم درگیرم آخه، یعنی من خودم هم با عقاید خودم یه جایی، مثلا من اگه بخوام با استانداردهای خودم میخواستم خودم موافق کنم، من عمرن نباید از سپاه پاسداران دفاع میکردم، یعنی تو همین زمینه ها من خودم به خودم مشکل دارم. ولی خب میدونی طبیعیه، یعنی اختلاف نظرها خیلی طبیعیه، منتها بحث اینه که تو اصل داستان یکی باید باشم. مثلا الان همون دوستایی که گفتی باشه من برنامه میساختم، اختلاف نظر اساسی سر ترامپ در اومد، یعنی شما نمیتونی دم از زرتشت بزنی، دم از خیلی مسائل بزنی، بعد در نهایت دفاع کنی از ترامپ. یعنی چی؟ وقتی ترامپی که میاد به همه چی رو برخلاف وعده های انتخاباتیش، بعد میبینی که نداره بیشترین خدمت رو به صهیونیست میکنه، اینجا دیگه اختلاف نظر اصولی در میاد. ولی توی مسئله غیر اصولی خب حالا اختلاف نظر طبیعیه. آره، بعد من خدا که کلا دیگه از فضای مجازی یه جوری هست شده و کسی دیگه اصلا نمیشناستش. بله، برسه به فضای حقیقی. ولی اصل مطلب این بود که در مورد چیزی که من با اون چون منم با اون براندازها، یعنی اومده بودن منو جذب کنن و صحبت کردم و متوجه این شدم که با نسل جوان که الان تو ایران هستن هیچ گونه رابطه مستقیمی نداره. من برادرم آرایشگره داخل شیراز، خب درآمد خوبی داره تو حرفه خودش، ولی مثلا پریشب داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگفتش که نصف مشتری های من دخترن و دخترها میان درخواست میدن که موهاشون رو مدل پسرونه بزنم، ولی کسایی که براندازن از نسل فسیلن و نمیفهمن که تو جامعه ایران دقیقا چه خبره و دورن. ببین شما این حالا میگی بر جامعه ایران، شما خیلی داری بهشون حال میدی، در مورد جامعه ایران داری صحبت میکنی. هفته گذشته سالگرد، صدومی سالگرد تاجگذاری پادشاه بود، اینا توی مثلا لس آنجلس مراسم گذاشته بودن، نزدیک 500 نفر رفته بوده. من تمام عکس‌ها رو بررسی کردم، به جرئت میتونم بگم کمتر از انگشتان یک دستم افرادی زیر 50 سال تو اون مراسم، من زیر 50 سال میدونم دارم چی میگم، زیر 50 سال نبودی که تو مراسمشون، یعنی در لس آنجلس همشون در این 500 نفری که جمع شدن بالای 50 سال سن داشتن. خب این نشون میده اینا فرزندان خودشون رو در همون لس آنجلس اینا که بزرگ کردن هم جذب نکردن. چرا سالا بخوای در مورد جامعه ایران صحبت کنی؟ آره میگم اصلا وصل نیستن و نمیدونن دغدغه‌ای که مثلا نسل جوانی که وجود داره چیه. ولی از طرف دیگه من خودم چون داشته آیتی کار میکنم با بچه های حالا کسایی هم که داخل شیراز دارن کار میکنم هماهنگ هستم و اطلاعات داریم رد و بدل میکنه و پروژه های مشترک داریم، اینجوری میتونم بگم که آقا شیراز هنوز در حوزه آیتی چند قدم جلوتر از آلمانه. حداقل اینو میتونم به جرئت بگم که ایران در حوزه آیتی چند قدم جلوتر از آلمانه در حوزه نرم افزار. حالا شاید در قسمت سخت افزار خیلی راه وجود داره، ولی در قسمت نرم افزار برنامه هایی که وجود داره خیلی جلوتر از آلمانه. حتی مثلا الان برای یه سری کارهایی که مثل اتوبوسرانی یا مثلا خیلی کارهایی که شما نگاه میکنی تو اروپا براش اپلیکیشن یا برنامه های خاصی وجود داره، زمانی که من تو ایران بودم 4 سال پیش وجود نداشت. مثلا اگه شما دنبال یه خونه میگشتی تو یه شهر دیگه کلی داستان داشتیم، مثلا یه نفر بخواد بره مازندران، تهران به تبریز میشه برای یه شب دو شب یه خونه پیدا بکنه. ولی الان چندین تا شرکت قدرتمند دارن روش کار کردن و الان خیلی جای خوبی قرار گرفته و این معضلات وجود نداره. به هر حال آقا دمت گرم، دست درد نکنه، دوستان دیگه هم بیارم بالا، فدای شما بشم. مایک دارید، زنده باشی، لطف دارید، خدا نگهدار شما. خب من محسنم پیام چیز کرده، اوکی چشم، محسن بیارم بالا، محسن بیا بالا، بعد از محسن هم یکی دو نفر بیانم بالا. درود بر شما. درود، درود بر شما، خوشتیب، روز شما بخیر، همه چی خوب، عالی، خوش میگذره، زنده باشید، به خوشی شما، زنده باشی جونم. شما چطوره، خوش میگذره؟ ما همیشه خوش میگذره، خدا رو سپاس. خب در جواب دوستمون بگم که گفتن ایران از نگر آی تی از آلمان جلو هست، که به نظر من اشتباهه. چرا که آیتی و به قولی اینفورماسیون تکنولوژی مجموع سخت افزارها، زیربناهای سخت افزاری کامپیوتری و رایانه‌ای هست و ایران خیلی عقبه. یعنی اینجا 99% کارهاشون دقیقا از طریق فقط کامپیوتر انجام میشه. خیلی از
اداره هاشون شما رئیس نمیبینید، حسابدار نمیبینید، همه رو فقط کارمند میبینید. یه سیستم یک پارچه برای خودشون دارن و خیلی راحت‌تر میتونن کنترل کنن و مدیریت میکنن. این از این. دوست قبلیمون که اومده بود گفته بود شما چرا از جمهوری اسلامی دفاع میکنید و این سوء برداشت شده، به خاطر اینکه گفتمانی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا حکومت ایران وجود داره، یه تفکری وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی، دولت، حکومت، تمومشون یک پارچن و همهشون یکی هستن. یعنی این یه نگاه خیلی سطحی و سهل‌انگارانه ای هست که خیلی از این دوستا دارن و اصلا انگار وقایع داخل ایران و نبردهای طیف‌های قدرت داخل ایران رو نمی‌بینن. شما اگه نگاه بکنید تا زمانی که رفسنجانی زنده بود خامنه‌ای صدایی ازش نمی‌اومد. گوشی رینگ گیر کرده بود از سال 88 تو گوشی رینگ گیر کرده بود، چپ و راست می‌زدنش، نمیتونست حتی از خودش دفاع بکنه. موقعی که رفسنجانی ریغ رحمت رو سر کشید، خامنه‌ای دوباره تونست قدرت بگیره. شما نگاه کنید رسانه‌ها دست اصلاح طلباست. اصلاح طلبا به کسایی که به غرب وصلن و میدونن چجوری پروپاگاندا بکنن. مدیریت کشور از 40 سال نزدیک 26 سال تا 28 سال دست اصلاح طلباست. یعنی شما موقعی که نگاه میکنید یه احمدی نژاد که نه اصلاح طلبه، که البته از دامن اصلاح طلبان و اصولگراها از دامن اصلاح طلبان اومدن بیرون، که یعنی اول خودشون دیدن آقا میخوان اصلاح بکنن، دیدن نه خیلی دور شدن از اصول، اومدن جریان اصولگرایی رو درست کردن. مسئله همینه که دوستان این طیف‌های قدرت رو نمیبینن. شما نگاه بکنید پان ایرانیست هم همین حرف رو میزنن، میگن آقا سر اینا سر ته یک کرباسن، از بالا تا پایین اینا یکی هم، باید اصل نظام رو زد، تموم شد، رفت، بلبشو درست کرد. و این متأسفانه پانیانیسا به دچار انحراف فکری شدن، یعنی به بنبست فکری رسیدن. متاسفم واقعا، حیف از حزب پانیانیس واقعا دیگه صحبتی که میکنه یک بنبست رسیدن. خب این مسائل متاسفانه، حالا بعضی از به قول مخالفان جمهوری اسلامی، نمیشه اسمشون گذاشت اپوزیسیون چون در جایگاه و در تعریف اپوزیسیون جای نمیگیرن، افرادی که مخالف جمهوری اسلامی هستن خیلی هاشون به ناآگاهی این سخن رو میگن و باور بهش دارن. برخی از مخالفین جمهوری اسلامی از رسانه‌های غربی این رو جا انداختن که از سر تا ذیل این حکومت یکی هست و اینها بازی‌ها و قدرت مثلا بازی‌های قدرت درون حکومت هست. ولی موقعی که شما آشنایی بهتری پیدا بکنید، حتی کمترین آشنایی پیدا بکنید با این جریانات و طیف‌های قدرت داخل ایران، می‌بینید که نه، هیچ وقت اینگونه نیست. شما نه یه روایت بچه‌گونه‌ای دارن مطرح می‌کنن، یه دیگه یا روایت خیلی سطحی دارن بیان می‌کنن. آقا همه سرپا یه کرباسن، این دیگه خودش رو راحت کرده دیگه، دیگه رفته دیگه مطالعه کنه، بررسی کنه. خب اینا نگاه بکنید، این مخالفین هم با هر کسی که مخالفشون حرف بزنه دقیقا مانند خود رفتاره که داخل جمهوری اسلامی هست، مخالفاش هم دارن، فورا میخوان با انگ زدن، خفه کردن، سر بریدن، گلو بریدن، تنها با همین روش ها پیش برن دقیقا که کسی صداش نیاد بالا. سپس از دموکراسی هم میخوان صحبت بکنن، میان سخن دموکراسی میگن، آزادی بیان میگن، ولی آزادی بیان رو فقط در آزادی بیان تا جایی میپسندن که به نفعشون باشه، نه در همجهتشون، حتی نفعشون هم نباشه. یعنی یک نمونه، فقط ارضای روحی میخوان بشن، اصلا به فکر انجام کاری نیستن، پای کار نیستن به هیچ عنوان. ببین در همین مفاهیم آزادی بیان اینا نگاه کنید، جمهوری اسلامی نسبت، نه نمیگن جمهوری اسلامی آزادی بیان داره، نسبت به مخالفینش به مراتب آزادی بیان بیشتری رعایت میکنه. خب میگم شوربختانه ایران دوچار آزادی، من نمیتونم بهش بگم آزادی، بگم آزادی داخل ایران بیشتره، من میگم ولنگاری داخل ایران، از بس آزادی داده شده به ولنگاری هر چیزه. بعد جمهوری اسلامی هم از یک جهتی که مسائل اقتصادی و مسائل رسانه‌ایش دست قسمت یا جریان چپیه این طیف قدرت هست، در جهت از همپاشی ایران داره صحبت میکنه، میخواد ایران رو از ریشه بزنه. خود شیعه یه
اررس داخل پهلوی ایران که هم داره شکم دشمن رو پاره میکنه، هم پهلوی ایرانو داره میدره. چه بره جلو چه بیاد عقب، دشمنان ایران از لحاظ از نگر فیزیک یا وجودی میزنه، ایران داخلی رو از نگر فرهنگی میزنه. آفرین. ما خیلی از شیعیانی که دارن در این چند روزه ما دیدیم هر جا که می نشستن می گفتن آقا شما دم از اتحاد بزنین، شما دارین با نگر نمیدونم ضد دینی یا ضد اسلام و اسلام ستیزی دارین اتحاد از بین میبرین و و و و و انواع و اقسام توهین ها در پست های اینستاگرام و فیسبوکشون رو که فقط برین نگاه بکنی، در رد کوروش، تهمت زدن به کوروش، تهمت زدن به تاریخ ایران با وقاحت هرچه تمامتر و دستاویز شدن به صهیونیست ها، ناصر پورپیرار ها، سلیمین نمین ها و انواع اقسام پانتورک ها، اینا دست یعنی واقعا آویزان شدن که بیان یه چیزی رو تلاش بکنن که بگن که کوروش نبوده، اگر بوده هم این گونه نبوده. چرا که واقعا نقطه قدرت تاریخ و تمدن فرهنگی ایران داخل کوروش تجلی پیدا کرد. کوروش دیگه شخص نیست برای ما، کوروش یه نماده، کوروش یه چیزی فراتر از یک انسان و یک پادشاه برای ما و اسطوره شده، یعنی انسانی که اسطوره شده. حالا این اشخاص خودشون توی ساختمون شیشه‌ای نشستن سنگ میزنن به کسی که ساختمون سنگی داره. دقیقاً اینو من میخوام بگم. شما مثلا میگن خب از اینجا که قبر کوروش نیست، از کجا معلوم کوروش 3000 کیلومتر بر اساس فقط یک دانسته یک حالا ایران ستیز اومدن میان استناد میکنن. اگر بخوایم در نگر مقابل که خودشون میان اینا در مقابل دین خودشون قرار میدن، یعنی میان این مسئله رو میان دقیقاً در مقابل یه شیعه اعتقاد داره به خامنه ای، اعتقاد داره به همه چیز شیعه، بسیار هم انسان خیلی پاکی هم هست ولی اعتقادش به شیعه است، میاد این حرف رو میزنه. خب کسی که میاد این حرف رو میزنه، خب اولین کار من اینه که تو این که میای میگی آقا 2500 سال پیش قبول نیست، آیا 1400 سال پیش تو قبوله؟ کسی که میاد میگه آقا میرین کوروش، قبر کوروش که چی؟ اونجا که قبر کوروش که نیست، از کجا معلوم که باشه؟ ولی در صورتی که مثلا همین کربلا شما تاریخش رو نگاه کنید، چندین بار زیر آب رفته، چندین بار شخم زده شده، چندین بار خلفای عباسی خود کعبه قربونت برم، کعبه چند بار با خاک یکسان شده، خود کعبه اصلا چند بار با خاک یکسان شد، حجر الاسود و قربتی ها بردن ببخشید گذاشتن تو توالت روش دستشویی میریختن ادرار میریختن. این مسئله این کارو به این مسئله ندارم. همین کربلا را که میان به عنوان نقطه قوتشون میدونن که خارج از مرزهای ایران کنونی هست، در خارج از مرز سیاسی کنونی است. آره، پس نظر شما چیه در این مورد؟ خب منم میام به این حرف میزنم، ولی شما تاریخ ایران رو نمیتونید به کوروش محدود بکنید. کوروش یک نماد و یک تجلی یک تمدنه، همه یه تاریخ ما نیست. کوروش از آن رو برای ما گرامی و مقدسه که تجلی ایران پرستیه، زرتشت از اون رو برای ما مقدسه که تجلی ایران پرستیه و میهن پرستیه. شما معنی وطن و میهن هم حتی یکی نیست، حتی وطن پرستی هم نمیدونن چیه. وطن پرستی رو از اون سخنی که شما میگید، این چیز ژنتیکی که دارن بهشون رسیده حس میکنن. در چند روز گذشته، در سالهای گذشته داریم میبینیم تماما حتی مداهی هاشون، صحبت هاشون داره میره به سوی دفاع از خاک، دفاع، چون باید هر چیزی یه ظرفی داشته باشه. اگه ظرف نداشته باشه از هم میپاشه. اسلامی که ظرف نداشته باشه، محدودش مشخص نباشه، مردمش مشخص نباشن، از هم میپاشه. اشتباهی که هیتلر کرده، اشتباهی که خیلی از ادیان دیگه کردن، بدون مرز بودن، بی انتها بودن، باعث از هم گسیختگی میشه و پایانش. و یه چیز دیگه هم که خواستم عنوان کنم، یکی از دلایلی که ما میگیم الان شیعه داره خوب عمل میکنه، باید نگاه بکنیم مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین حکومت کنونی ایران، هیچ کدومشون دارای یک ایدئولوژی هماهنگ نیستن. اینا یه ایدئولوژی دارن، شیعه است، هدفشون هر چیزی که هست یه هدف غایی دارن، میگن آقا این نگر ما، این چشم انداز ما، منسجم هستن. آره. منسجم هستن. مخالفان حکومت اسلامی، حکومت ایران، هیچ کدومشون یه ایدئولوژی، همشون آتئیست،
یکیشون میگه زرتشتی هم، یکیشون میگه لیبرال هم، یکیشون میشه سکولاری، همیشون دنباله رو و پیرو نگرهای غربی هستن. هیچ کسی نمیتونم بگم ما ایران میهن پرستیم، ایرانی هستیم، چون نه نگر ایرانی دارن نه جایی برای ایران. حتی با زرتشت که زرتشت اینطور باید چیز کرد دیگه، استثنا کرد در مورد آتیسینا درسته دیگه، چون زرتشت که دیدگاه ایرانی کاملا. نه میگم خیلی از اینا نمیدونن، میگن آقا ما زرتشتی هستیم ولی نگر لیبرال نیستیم. بله اسمشون، اسم خودشون رو زرتشتی گذاشتن ولی کاملا غربی فکر میکنن، کاملا غربی فکر میکنن. اینایی که میگن زرتشتی هستیم، من باهاشو صحبت کردم بارها، حتی کوچکترین خطی از کتابای اوستا هیچ کدومشو نخوندن، فقط تحت ادعاشو دارن و یه چیزی فهمیدن. یعنی حتی همین پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک هم به ترتیب نمیگن. نه باستابشو فقط چیده زرتشت شدارشون، یعنی به خاطر زرتشت نیست، از حب زرتشت نیست، از بغض اسلام شیعه و ایناست که اومدن این سمت. یعنی خود چیزو کار ندارن، فقط میخوان یه دشمنی باستاب، یه انعکاسی از دشمنی با این گفتمان موجوده که میان این سمت. خب این حرفایی بود که میخواستم بزنم این چند وقته. واقعا خیلی اذیت کردن این کسانی که از اتحاد دم میذارن ولی خودشون هیچ وقت طرف نشون دادن. پست گذاشته بود یکی از بچه مذهبی، دیدم پست گذاشته که چیز از فردا گفت خیلی از فامیلا بهم زنگ زدن روز کوروش رو تبریک گفتن، میخواستم بهشون بگم فردا اگه درد و مرضی گرفتی دیگه از امام رضا کمک نخواهید. ببین سطح فکری اینو من آدم نگاه میکنه، تازه میفهمم چرا ما یه اپوزیسیون عقب افتاده برانداز داریم که مخالفین ایناست. یعنی سطح بحثش خیلی پایینه. میلاد آرشان میگه زرتشتیان امروز به هر حال نه جمعیتی دارن نه گفتمانی قابل بحث. مسئله زرتشت نیست، زرتشت یک پکه، یک بسته ایران شهری که شما میتونید بخونید، نیازی نیست دین زرتشتی داشته باشی. هرچند که وقتی کسی خودت آقای آرشان، میلاد آرشان، شما خیلی آگاه هستی نسبت به این مسائل، یکی از دوستان هستم فکر کنم داخل آلمان هم هستم، ایشون هم خیلی خوب صحبت، ولی مسئله ما دین زرتشتی نیست، نگر ایران پرستی و مهر به اصطلاح این میهن پرستیه. شما با این چیزا میخوای بگی من یک میهن پرستم، زمانی که شما میهن پرست نباشی زرتشتی هم نخواهی بود. دقیقاً. من زنده باشی، دمت گرم، قربونت برم، زنده باشی، لطف کردیم علی بالا. من باید برم پایین یا شما میفرستین پایین؟ من میبرم پایین، من میفرستم. ممنون، لطف کردی. آره نه بحثه که زیاده، ولی میدونی چیه، هر چقدر جلوتر بریم هی بحث کار فکری میشه و خوشبختانه هی راه باز میشه برای بحثای فکری و کارهای فکری بیشتری. خیلی خب، من با اجازهتون جناب علیرضا رو بیارم، بعدش بدرود بگیم. جناب علیرضا رو بیاریم. سلام جناب درود در شما، زنده باشید، خوب هستید، خوش میگذره همه چی باشید، بخیر. زنده باشید. خوبم که پشت سر جناب رامیار اومدم. به به. با وجود کاملا حالا شاید خیلی اختلاف نظرها، اما خب حرفای وطن پرستانه، حرفای ایران پرستانه و ایران دوستانه هر کسی با هر تفکر و هر ایدئولوژی رو من ستایش میکنم به عنوان یک ایرانی. زنده باشید. و غیر از این هم اگر باشه معنی دیگه ای داره. اولین چیزی رو که جناب دانا میخواستم یادآوری کنم به خودم، به شما، به همه دوستان، یه حجمه شدیدی اخیراً شروع شده از طرف دولت، اونم طی دوگانه سازیایی که شما به موقع اشاره کردید آقای رائفی پور. یک موردش که دوگانه حجاب و معیشت رو اشاره کرد، حالا بازیایی مثل استادیوم و غیره و غیره که من نمیدونم چرا دوستانمون چه راحت توی این دام میافتند و چه راحت بازی میخورند، در حالی که خیلی زمین بازی مشخصه، خیلی محتوای بازی مشخصه. الان هم دقیقا اومدن بحث دوگانه سازی رفراندوم رو آوردند، یعنی عملا شمشیر رو علناً بر روی رهبری و حامیانش کاملا نمایش دادن که آقا یا اجازه بدید ما یک ننگین نامه دیگه بعد برجام با غرب ببندیم، دقیقاً با امید خدا یه 100 سال دیگه هم ایران رو تسلیم غرب کنیم. توی این برجام بند 24 و 25ش علناً میگه، نمیگه جمهوری اسلامی ایران، من به عنوان یک حامی جمهوری اسلامی میگم، میگه ایران تا
تا 25 سال آینده حق داشتن هر گونه تکنولوژی با غنی‌سازی بالای 367 نداره. حالا من چون خودم رشتم شیمی میگم، شما کمترین تکنولوژی رو برای رادیوایزوتوپای دارویی باید بالای 12% غنی‌سازی داشته باشید. ادعا میکنیم میخوایم بریم برای پیشرانه‌های کشتی‌ها و و و نافای هسته‌ای باید 60% غنی‌سازی رو انجام بدیم. ادعا میکنیم میخوایم بسیاری از تکنولوژی‌های مثل بحث‌های جی ام او رو تو خود ایران انجام بدیم برای بحث‌های تراریخته، افزایش نسل‌ها و تغییر ژنتیک. اینا حداقل مستلزم داشتن راکتور با غنی‌سازی بالای 20%. ما که الحمدلله تا 25 سال کاملاً خلع سلاح شدیم و لطف دولت شامل حال شد. گرچه باز هم به خدا میگم تو این مملکت اگر به فرموده شما بچه های غیور سپاه و تفکر سپاه، نه لباس سپاه، تفکر سپاه نبود، تا حالا کشور کاملا بر باد فنا رفته بود. باز خدا رو شکر میکنیم دوستانی هستن که رگ و غیرت و خون و پی ایرانی تو تنشونه و این مرز و بوم، این 1,648,000 کیلومتر رو مثل ناموس خودشون میدونن و چه بسا برتر از ناموسشون. من بس همینه، این تو همین نکته بس همینه. من خودم تا سال 2014 100% یک چهره برانداز بودم، یعنی اصلا وقتی میشستم میگفتم جمهوری اسلامی باید 100% برانداز بشه. من تا از سال 2014 دیگه اینقدر اصلا و نشست و برخواستی که با خیلی از این چهره های اپوزیسیون تو خارج داشتم، دیدم اینا کلا خود ایران رو میخوان تسلیم کنن. یعنی بس الان بر سر این نیستش که جمهوری اسلامی آری یا نه، خامنه ای آری یا نه، بس بر سر اینه که ایران تسلیم شود یا نشود. الان از برانداز بگیر تا جریان اصلاح طلب میگن ایران تسلیم شود. حالا منتها یکیشون میگه که ساختار موجود برانداز شود بعد تسلیم شود. طیف روحانی میگه نه، ساختار موجود حفظ شود چون ما خودمون تو ساختار موجودی، بعد ایران تسلیم دلیقا. شود. یعنی اینه بحث. این دقیقاً و دقیقاً اینا دردشون از اونجاست که رهبری علناً حرکت به سوی تمدن بزرگ رو استارت زد. این کلمه حرکت به سوی تمدن بزرگ رو هر کسی میگه از ذهن خود شد یار من، اما در نهایت به کام ایران بزرگ میشه. دقیقاً من دقیقاً اینو میخوام بگم، چه به نام من شیعه باشه، چه به نام دوستان زرتشتی باشه یا هر دین دیگه ای، اما هدف اینه، این تمدن بزرگ خواستگاهش ایرانه و باید این خواستگاه ایران بمونه. و من ایرانی، اونایی که ادعای اپوزیسیون میکنن در اون بلاب، خوشحال نشن که خواستگاه تمدن بزرگ ایرانی از ایران خارج شده. متأسفانه دوستان از خداشونه که این خواستگاه امریکا باشه، انگلیس باشه، دایم. یا هر کشور دیگه باشه، در حالی که برای من ایرانی اگه یک جو غیرت داشته باشم بعد بگم آقا اینجا بود یه مدتی از دست ما گرفتن، ما تلاش میکنیم برگردونیم، شاید بتونیم شاید نتونیم، اگر نتونستیم حداقل این غیرت رو داریم که بگیم ما تلاشمون رو کردیم. و این چالش هایی هم که تو منطقه ایجاد شد، من چند روز قبل یه تیکی از صحبت های این آقای سعودی زاده رو تو عربستان فردا میدیدم، خیلی جالب بود. علنا میاد میگه در حالی که رهبری هشدار داد به جوانای لبنان و عراق که آقا امنیتتون سرمنشه همه چیزتونه، شما اگه امنیت نداشته باشید قطعا اقتصادم نخواهید داشت. دقیقاً الان دارن امنیت شما رو میزنن، حواستون باشه. و با همین یک هشدار الان اگر دقت کنید شرایط مخصوصا تو لبنان، من تو این چند ساعت اخیر داشتم میدیدم، به شدت آرامتر شد، با اینکه صدر حریری دقیقاً دستور محمد بن سلمان رو اطاعت کرد، موقعی که مردم داشتن میرفتن خونشون اومد استعفا داد، دقیقا از دوره عده‌ای از مردم حامیان جبهه 14 مارس رو کشون تو خیابون، خودش هم رفت به این جمعیت. بله، در این هدفش این بود که استعفا بده که مردم خسته نشن نرن خونه. و با این که من تعجب میکنم، با این که ماشین های متنوع حمل غذا و غیره غیره عربستان رو میبینن، مردم لبنان همچنان یک عده کاملا خودشونو ببخشید دریوزه عربستان کردند. شرط وقتی انقلابی بخواد بشه، طرف دیگه مغز و منطق و اینا رو میذاره که نه، اونجا دیگه منطق حکمفرما نیست. تو شرط انقلابی، تو شرط انقلابی فقط احساساته، فقط احساسات هیجان انگیز هیستریکه که اونجا کارایی داره دیگه متاسفانه. دقیقا من آخرین نکته بگم که ببخشید دو تا نکته داشتم، این نکته بگم اول، بس نابودی تفکر پانتورک، پان عرب، پانکورد، از این پانهایی که واقعا ببخشید امروز
نمیدونم به چه دلیل رواج پیدا کرده تو کشورمون، نمیدونم به چه دلیلی تو اصلا برنامه‌شون اینه. برنارد لوئیس اصلا گفت سرمایه گذاری کنید روی این بخشای قومگرا. الان دیروز شعار دادن تو بازی با استقلال، شعار دادن مرگ بر کرد. اصلا خیلی وحشتناکه. الان بیشتر بخشای تبریز، الان من خیلی برام جالب شعارهای گذار که مثلا الان آقای شریعت مداری اینا میگن مثلا بعد آذربایجان فدرال بشه، بیشتر رهبران احزاب تروریستی پانکورد مناطقی رو توش به دنیا اومدن که آقای شریعت مداری اینا اونو از آن فدرال آذربایجان میدونن. فردا یعنی اینا چه بکش بکشی را، هنوز هیچی نشده، شعار مرگ بر کرد ما داریم میشنویم، خیلی خطرناکه. اما بگم، اما این ناراحت نشید میگم، اگر میبینید پانکوردا به شما حمله میکنن یکم حقم به اونها بدید. یکی از تنها کسایی که تونستن ریشه ای و بازم تاکید میکنم ریشه ای آتیش بزنن به جان وجودی نداشته انسانای بی مغز و بی منطقی مثل پانتورک و پانکورد و پان عرب، برنامه های شما بود. گرچه از برنامه های شما خیلی آمدن استفاده کردن، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه که دوستان بیان بله. از یک برنامه خوب استفاده کنن. یعنی همون بحثی که میگه تخم سخن رو پراکندن، یعنی همین. من یه جمله میگم دیگران یاد بگیرن. و نقطه آخرم به تمام دوستان ایرانگرای من، حالا چه مثل من فکر میکنن چه نمیکنند، ببینید یه مجلسی در آینده باید تشکیل بشه. اگر قرار از دست این دولت و اشتباهات این دولت، امروز اخبار به 14 را اگر نگاه میکردید آدم باید خون گریه کنه. در کشوری که خودش بهترین تکنولوژی تولید غیر رو داره، ماده اولیه تولید غیر رو ما صادر میکنیم به خاطر اینکه یک دولتی نداریم که درست نظارت کنه. خب و محل نظارت هم مجلسه. خواهشی که میکنم دوستان عزیز، هر یک از ماها میتونیم 5 تا 10 تا 15 تا از دوستانمون رو بیدار کنیم از خواب غفلت. رأی ندادن و رأی ندادن یعنی از دوباره رفتن توی چاه ویل اصلاح طلبان. اصلاح طلبان یک موج خاموش رو میارن وسط به یک بهانه آزادی، نمیدونم این دوگانه سازی ها، و از دوباره یک مجلس فشل، یک دولت فشلتر رو ایجاد میکنه که خدا نکنه چه این شرایطی پیش بیاد که ممکنه کشور ما به روب سوریه شدن هم پیش بره. یعنی سوریه شدن این که آقای دانا و داناها میگن یه جوک نیست، یک ترسوندن نیست. هر لحظه ممکنه ایران سوریه بشه. هر بدتر میشه. چون شما تو سوریه شعاری نبود که اینا علی قومیت هم دیگه بدن تو سوریه. یعنی ما الان هنوز هیچی نشده، شعار مرگ بر کرد داریم میشنویم از جنگ پان ترکیس. یعنی به مراتب بدتره. ما تو سوریه شما دیگه شعار علی چیز نمیدادن، علی قومیت های هم دیگه نمیدادن، ولی الان ما شعار علی قومیت شنیدیم. دقیقاً دیروز تو استادیوم تبریز همین اتفاق افتاد. علنا یه عده آدم نادان به اون وریا غفوری نادانتر از اونها فوش میدن. اون وریا غفوری دقیقاً قبل از بازی با تراکتور میاد یه تصویری رو میذاره، مثلا میخواد بگه من کردم، مظلومیت طلبی کنه. اونم خب ترکای ما هم که به نوعی، ببخشید اینو میگم، آذریای ما هم به نوعی نمیدونم برای چی رگ غیرتشون انقدر به سمت ترکیه و پرچم ترکیه جیدن شانتاژ شده. و علناً ایشون اومد پرچم کردها رو برد بالا، اون برام ترکا دیروز هرچی دهنشون بود تو استادیوم فوش میدن. و این اصلا روند مناسبی نیست. یعنی هر هشدار و هر هشداری رو میشه داد. بعد به نظرم تنها چیزی که امروزه میتونه جامعه ما رو بیدار کنه افزایش تعداد امیددانه هاست در هر منطقه و در هر نسل و نژادی. ای کاش دوستان ما یاد بگیرن که میشه حرف و حساب رو زد حتی اگر هم عقیده هم نباشیم. میتونیم حرف رو بس بر سر اصل بودن نبودن، تسلیم شدن. اینا رو دیگه اختلاف نظرات وجود داره، ولی الان بحث بر سر آخه من اینجا مثلا تو خارج خیلی ها منو میبینن آقا اینا اسلامی ان، اینا جمهوری ان، اینا فلان ان. تو چطور میگم بابا چرا نمیفهمی؟ اصلا اینا هرچه، ما سواری کشتی هستیم داریم غرق میشیم. حالا الان من دعوا کنم که اون کسی که میخواست ساکن کشتی رو بگیره نجات بده عقیدش چیه؟ حالا بحث اینه که این کشتی غرق نشه. اینو خیلی ها نمیدونم چرا نمیگیرن که خیلی بس ببین اینا از بی سوادی فرهنگی من و ما استفاده میکنن، از منی که به عنوان یک فرهنگی نتونستم درست انتقال بدم. ببینید من این جمله رو میگم، نمیخوام اصلا جسارت به کسی بکنم، وقتی جوون من میاد علنا به من میگه که اوضاع کشور در زمان پهلوی از لحاظ صنعتی و اقتصادی خیلی بهتر بود،
من میگم پسر من از چه لحاظ بهتر بود؟ دو تا مطلب رو به هم بگو که من حداقل بدانم چی کشور ما روانتر از امروز بود. ببینید شما حتی اجازه ساخت گلوله تفنگ و فشنگ رو نداشتید. و ببینید این بعد همین ها وقتی بهشون هم وقتی میگی که آقا به این شکل نیست، خودشونو میزنن به کوچه علی چپ و عملا میگن آقا نه ما ببینید ما تا وقتی نتونیم جوانای خودمون رو هوشیار و بیدار کنیم نمیتونیم توقع داشته باشیم اینا به دام پانترکا و پانربا و پانکردان نرن. حکومت سراسی ما واقعا دستگاه تبلیغاتی الان من یه آقای هست تو ایران شما باید اسمشو بدونید، سر بیوتروریسم خیلی کارهای جالبی کرده، دکتر اسم خوبی داره شما باید بدونید حتما، که با آقای نادر طالب زدن برنامه داشتن. آیده باشی رو میگید؟ نه نه، در مورد مسئله بیوتروریسم و اینا خیلی تحقیقات جالبی دارن. در صدا و سیما اومدن برنامه داشتن، اسمش رو الان حضور ذهن ندارم. مثلا ایشون من میبینم که تو اینستاگرامش حرفای خیلی مهمی داره میزنه و اون روز نوشته بود متاسفم نمیدونم چرا خیلی ها دنبال نمی کنم، به خاطر که در کنار حرفای درستی که میزنه یه دفعه میزنه جاده خاکی در مورد مسائل مذهبی و اینا خیلی میگه، بعد دیگه کسی گوش نمی کنه، در حالی که الان ایشون یکی از متخصصینه، تنها یعنی یکی از معدود متخصصینه که در حوزه بیوتروریسم و خوراکای تراریخته اینا واقعا مطالعات خیلی عمیقی داره. دکتر کرمی رو میگی؟ آفرین دکتر کرمی. الان این دکتر کرمی واقعا تو این حوزه خیلی باسواده، یعنی واقعا اولا دکترای علوم استراتژی که همین علوم کشاورزی از امریکاست و یکی از استاد کامل های این رشته است. متاسفم که اگر هر دولتی به جز دولت آقای روحانی بود ایشون رو به عنوان یک گل سرسبد جذب میکردن و نه اینکه ایشون الان فقط تو صدا و سیما بیاد داد بزنه. خیلی متاسفانه ولی بلد نیستن که انتقال بدن، حرص من اینجا در میاره که دقیقاً یعنی افرادی مثل این نمیتونن انتقال بدن به خاطر که اون باورهای مثلا این میبینه من هر روز برنامه بزنم دو ساعت بگم عشم و باشم نه دو ساعت در مورد زرتشت بگم، خب آقا دیگه به اونی هم که باور به زرتشت داره نگاه نمیکنه، میگه این داره همش دیگه زرتشت میکنه حال ما رو بد کرد، یعنی حیف آدمی مثل این آقای کرمی افکارش پخش نمیشه، واقعا حیفه. کاملا درسته، یعنی مثلا یکی مثل آقای دکتر کرمی و دکتر کرمی ها اصلا نیاز نیست بیان بحث به اصطلاح ما میگیم گفتمان سازی رو پیش ببرن، گفتمان سازی رو بسپارن به سایر دوستان. شما به عنوان یک آدم متخصص در یک گرایش تخصصی علمی اگر همون مطلب رو کامل باز کنی خیلی از کثافت کاری امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در ایران رو میشه. اصلا من نمیخوام بگم تو ایران ایشون جزء معدود کسایی که داره این کار، واقعا تو سطح جهانی که آدم نگاه میکنه ایشون جزء نفرات اول تو این حوزه، خیلی اطلاعات عمیقی داره. ولی خب واقعا ایشون یک بار ترور شد. بله ایشون یک بار ترور شد، من تو خب جان سالم به در بود ترور بیولوژیکی، مثل آقای طالب زاده که یه بار تو عربستان ترور بیولوژیکی شد. اما خب خوشبختانه من تو عرصه تلویزیون و رسانه روشن‌تر از آقای طالب زاده هنوز ندیدم. واقعا قویه طالب زاده، خیلی طالب زاده به خاطر که وقتی اینقدر تخصص کار میکنه میبینی حواسش هم هست، نمیزنه به گفتمان‌های شعاری مذهبی و اتفاقا تنها کسی که آمریکا تو حوزه رسانه اومد اینجوری تحریمش کرد طالب زاده بود، به خاطر که ضربه که طالب زاده زد هیچ کی تا الان نزده. دقیقاً چون خودش تو امریکا زندگی کرد، دقیقاً بلده، مثلا از مایکل مألوف گرفته تا غیره، اینهایی که خودشون از جنرال های بزرگ امریکایی بودند و دیدن نقاط ضعف و سیاه لیبرالیسم رو. خب و اونا وقتی بیان به جوان من بگن آقا لیبرالیسم منم، لیبرالیسم این کاریه که ما انجام میدیم تو غرب و این سیاهیشه و این نکته جالب. آخرین نکته هم یکی از دوستان در مورد نجاح محمد علی نوشت، آقای دانا حالا نمیدونم من و تو که علنا دیگه رسما آقای نجاح محمد علی رو کنار گذاشت، کاش بشه صداش رو قطع نکرد، آقای نجار دیگه نمیخواست بره اونجا به خاطر که خیلی واقعا پشت صحنه خیلی بهشون توهین میکردن. آها همین مشخص بود چرا، معلوم بود. من اینو بابت آقای نجار نگفته ولی یکی دیگه از کارمندای من و تو خودش به من گفتش که وقتی آقای نجار میشینن اینا اتفاقا مثلا یه جنبه که ازتشون میکردن سر من بود که شروع میکردن هی در مورد من صحبت میکردن و حرفای خیلی بد میزنن، برای آقای نجار میگم والله من که مثلا باهاش دوست هستم علاقه من هستم اینقدر وقت نمیکنم برنامه‌اشو ببینم، شما که اینقدر نگاه میکنید خب خودشو دعوت کنید. واقعا یعنی
خیلی توهین یعنی چیزی که دردناکه که دوش الان یکی از چیزایی که شما مطلک زیبایی میگید اینه دشمنای من و دقیقاً من میبینم اونهایی که دارن میترکن از سختی و عذاب اونها دارن الان بیشتر هرس میخورن از برنامه شما و اتفاقا بازم میگم دستشون درد نکنه بیشترین مبلغان شما همونا در سخنه دیگه حالا مهم نیست من که دارم زندگیمو میکنم خدا رو سپاس از کامن همیشه به این کارمنده من و تو و رادیو فردا بعضیاشون دوستم میگم میگم شما برای چقدر دارید وطن فروشی میکنید یعنی برای 2,000 دلار که آخه این پولی هم نیست که دارید وطن فروشی میکنید من از اونها موفقم یعنی هم از نظر اقتصادی هم از نظر زندگی من دارم وزن سخنمو پراکنده میکنم حالا اینا مجبورم شدن تا به امروز تو رسانه‌های جهانی اصلیشون گفتمان ما رو مجبور شدن بهش بپردازن حالا به خود ما نه ولی به گفتمانه که پرداختن همون بی بی سیش بارها به گفتمانه آخه یه عده مثلا بارها اومده صحبت کرده یه عده پیدا شدن دارن از قاسم سلیمانی دفاع میکنن خب یه عده کیه ماهاییم دیگه دقیقاً. آرزو سلامتی دارم جناب دان آرزو سلامتی باشید همه پویندگان راه ایران بزرگ دارم موفق باشید بربولم باشید با اجازتون برم دیگه که به کارام برسم فعلا بعد بدرود برم بگید.